8 صبح در ایران، 30 دقیقه بامداد اینجا در واشنگتن دی سی. من میترا بختیاری هستم. ابتدا سرخط خبرها. تداوم حملات هوایی اسرائیل در سوریه. بیش از 30 نفر شامل دست کم 5 عضو حزب الله لبنان و تعدادی از اعضای نیروی قدس سپاه کشته شدند. مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی سابق پس از احضار به وزارت اطلاعات. سارا تبریزی به دنبال آزارهای متعدد ماموران امنیتی درگذشت. و برگزاری نخستین جلسه رسمی قانون مهسا در سنای آمریکا. تحریم علی خامنه‌ای و نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی در انتظار تایید سناتورهای آمریکایی است. رسانه‌های سوریه از حملات هوایی اسرائیل بر مناطقی در حلب و شمال این کشور در بامداد جمعه خبر دادند. این حملات سایت‌های صنایع دفاعی سفیره در نزدیکی حلب را هدف قرار دادند. ساعتی پیش از این حملات یک سایت مورد استفاده سپاه پاسداران در سید زینب در نزدیکی دمشق مورد حمله قرار گرفت. به نقل از جرسلیم پست، 2 ساعت قبل از حمله رهبران سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، ارتش سوریه و نیروهای هشت شبی جلسه‌ای در ساختمانی که مورد اصابت قرار گرفت برگزار کرده بودند. خبرگزاری رویترز میگوید دست کم 38 نفر شامل 5 نفر از اعضای حزب الله لبنان در این حملات کشته شدند. همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه از وقوع انفجار در اطراف فرودگاه بین‌المللی حلب خبر داد. به گزارش این نهاد، این انفجارها در نتیجه هدف قرار گرفتن انبار تسلیحات موشکی صورت گرفته است. شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل دانشگاه واترلو از اونتاریو ما رو همراهی می‌کنند. خوش آمدین آقای خلدی. ما داریم می‌بینیم که حملات اسرائیل به مواضع حزب الله لبنان و نیروهای قدس سپاه در سوریه شدت زیادی گرفته. شما چه فکر می‌کنید که چه عواملی باعث این شدت حملات شده؟ درود بر شما خانم بختیاری گرامی و همه مخاطبان ایران اینترنشنال. عرض کنم به حضورتون که مهمترین مسئله‌ای که برای اسرائیل مهم هست این هست که در وضعیت بازدارندگی فعال علیه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، به خصوص حزب الله و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه باشه. لازم به ذکر هست اینجا و من محض یادآوری برای همه بینندگانتون عرض میکنم که در طول جنگ داخلی سوریه، با وجود اینکه به نظر میرسید حزب الله و نیروهای سپاه تحت فرماندهی قاسم سلیمانی و همتایان روسیشون درگیر مبارزه با داعش و یا نیروهای ضد بشار اسد بودن، اسرائیلی ها چندین عملیات مختلف رو در طول اون دهه انجام دادن برای اینکه جلوگیری بکنن از اینکه نیروهای در واقع نیابتی جمهوری اسلامی بتونن توانمند بشن. حالا در نظر بگیرید که از 7 اکتبر به این طرف که تهدید علیه امنیت اسرائیل به بالاترین حد تهدید موجودیتی رسیده، طبیعتاً اسرائیلی ها حساس هستند به کمترین ملاقات، کمترین هماهنگی هایی که در سطح فرماندهان میدانی و عملیاتی میان هشت و شبی، حزب الله لبنان و سپاه قدس و سپاه پاسداران به خصوص در سوریه صورت میگیره. و به نظر من اسرائیلی ها با این حرکتشون در بازدارندگی دوباره چند گام جلوتر افتادن از جمهوری اسلامی و متحدانش در منطقه. آقای خلدی، داریم می‌بینیم با همزمان با این شدت حملات یک کاهش چشمگیری به نظر میاد که داریم می‌بینیم در داخل کشور از اقدامات شعاری سپاه پاسداران. به نوعی دیگه اون شعارهای انتقام و امثال اینها شنیده نمیشه. فکر می‌کنید چه عناصری موجب این سکوت شده؟ در واقع این که این شاخ و شانه کشیدن ها و عربده جویی های مقامات سپاه پاسداران به نوعی فروکش کرده، به نظر من اسرائیلی ها رو گمراه نمی کنه. ما همین ظرف 2 هفته اخیر شنیدیم که مقامات پرو و دیگر کشورهای آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی متوجه این شدن که
نیروهای در واقع عوامل امنیتی سپاه قدس و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در حال استخدام افراد بومی بودند در این کشورها برای اینکه به شهروندان کلیمی این کشورها و یا منافع اسرائیل در این کشورها حمله بکنند. بنابراین به نظر من اسرائیلی ها با توجه به اینکه حتی در سپتامبر سال گذشته رئیس موساد به این موضوع اشاره کرد که جمهوری اسلامی عملیاتی رو شروع کرده برای اینکه جان یهودیان رو در اقصی نقاط جهان هدف قرار بده و تهدید کرد که موساد و نیروهای امنیتی اسرائیل در تهران جمهوری اسلامی رو هدف قرار خواهند داد، با توجه به اینکه از سپتامبر گذشته تا به امروز وقایع مختلفی اتفاق افتاده، به نظر من اسرائیلی ها عملاً در یک حوزه امنیتی دیگه، در یک جبهه دیگه حواسشون جمع هست و این سکوت ظاهری جمهوری اسلامی به عقیده من اتفاقا نشانه خوبی برای اسرائیلی ها نیست. شاید اگر جمهوری اسلامی و مقامات سپاه به عربده جویشون ادامه میدادن، مقامات امنیتی اسرائیل شاید کمتر نگران می بودن، ولی به عقیده من احتمال و درصد در واقع تهدید در واقع نیروهای سپاه و نیروهای وزارت اطلاعات علیه منافع اسرائیل و یهودیان در سراسر جهان ممکنه افزایش پیدا کرده باشه. ممنون از شما شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از اونطوری ما رو همراهی کردید. وزارت خارجه آمریکا میگوید حمله به رفح اسرائیل را در انزوای بین المللی قرار میدهد. این وزارتخانه گفته عملیات زمینی گسترده در رفح علاوه بر تهدید جان غیر نظامیان و از بین بردن راههای کمک رسانی بشردوستانه به غزه، خطر منزوی شدن اسرائیل در عرصه جهانی و تهدید جایگاه و امنیت بلند مدت این کشور را به همراه خواهد داشت. همزمان رویترز به نقل از مقام‌های رسمی بهداشتی گزارش داده دست کم 12 فلسطینی روز پنجشنبه در حمله اسرائیل به خانه‌ای در رفح کشته شدند. دیوان بین‌المللی دادگستری به اتفاق آرا به اسرائیل دستور داده به گسترش قحطی در غزه پایان داده و تا یک ماه دیگر درباره اجرای این دستور به این دادگاه گزارش دهد. دادگاه بین‌المللی زیر نظر سازمان ملل متحد گزارش داده است تمام جمعیت بیش از 2 میلیونی غزه در سطوح شدید ناامنی غذایی قرار دارند. دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی الزام‌آور از اسرائیل خواسته بدون تأخیر در همکاری با سازمان ملل متحد تمام تدابیر لازم برای ارائه خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه را فراهم کند. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، در گفتگویی که ساعتی پیش با ایران اینترنشنال داشت گفت هدف اسرائیل از حمله به سوریه تضعیف قدرت جمهوری اسلامی برای ارسال تسلیحات به حزب الله است. اگه به حملات دقت کنیم، همین آخرین حمله امشب رو نگاه کنیم، به کجا حمله شده؟ به انبار موشک‌های حزب الله در جنوب حلب، در نزدیکی فرودگاه حلب حمله شده و تمام این حملاتی که اخیراً شدید هم شده، مثلا بعد از هفته بود، ولی از این ماه این شدت ماهسته شدت این حملات بیشتر شده. بیشتر این حملات به انبارهای تسلیحاتی حزب الله و سپاه پاسداران در سوریه است، یا فرماندهانی که کشته شدن از سپاه پاسداران فرماندهانی بودند که مسئول فرستادن این تسلیحات به حزب الله بودند. یعنی هدف اسرائیل اینجا کم کردن قدرتیه که جمهوری اسلامی بخواد بتونه این تسلیحات به حزب اللهی برسونه که احتمال اینکه جنگی رو با اسرائیل شروع کنه بیشتر کنه. فراموش نکنیم خب همون پروژه هلال شیعی که جمهوری اسلامی دنبالش بوده و عراق رو هیچ وقت به عنوان یک کشوری به عنوان منافع ایران رو باش تامین کنه در نظر نگرفته، بلکه مسیری در نظر گرفته که بتونه هلال شیعی به طرف سوریه بره و از سوریه تسلیحات رو به لبنان برسونه و به کرانه باختری هم برسونه. گزارش شده که جدیداً تلاشی که جمهوری اسلامی بعد از سخنان خود خامنه‌ای برای 2014 سعی کرده کرانه باختری رو به غزه تبدیل کنه و اونجا تسلیحات رو برسونه و اون در اون کمپ‌های آوارگان فلسطینی سرمایه‌گذاری کنه برای اون که اونجا یه جبهه مقاومت جدیدی درست کنه. یعنی همه اینها به ما میگه خب اسرائیل هم این مسیر رو میدونه و برای کشوری مثل اسرائیل که در جنگه اولین کاری که باید انجام بده، خب برنامه‌اش باید این باشه که چطور نتونه ایران اون تسلیحات به حزب الله برسونه. برای همین هم این تشدید این حملات و چیز بجز این موضوعی که دارم توضیح میدم، حالا اون تسلیحات می‌دونیم خب حتی در موقع زلزله که در سوریه رخ داد به اسم کمک به
سلسله زدگان هم جمهوری اسلامی تسلیحات رو فرستاده، به جز اون مراکز ساخت موشک یا پهپادهایی که در سوریه درست کرده. یعنی تمام این نیرویی که داره الان در سوریه، اسرائیل سعی میکنه تماما از بین ببره. شامگاه پنجشنبه سنتکام مرکز فرماندهی نیروهای آمریکا در منطقه در بیانیه‌ای از دفع حملات حوثی‌ها در دریای سرخ خبر داد. به گفته سنتکام نیروهای ایالات متحده 4 پهپاد حوثی‌ها را که به سمت ناوگان دریایی ائتلاف در حال حرکت بودند رهگیری و با موفقیت منهدم کردند. سنتکام در این بیانیه یک بار دیگر بر تعهد خود در تأمین امنیت دریانوردی بین‌المللی در دریای سرخ و خلیج عدن تأکید کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پیکر سارا تبریزی زندانی سیاسی سابق روز پنجم فروردین در منزلش در تهران پیدا شده است. سازمان پزشکی قانونی در گزارش اولیه خود دلیل فوت او را خوردن قرص اعلام کرد. این زندانی سیاسی آبان 1402 از سوی ماموران امنیتی در حالی که قصد سفر به بریتانیا را داشت در فرودگاه خمینی تهران بازداشت و 2 ماه بعد به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد. سارا تبریزی یک روز پیش از مرگش به وزارت اطلاعات احضار شده بود. او در ماه‌های گذشته بارها تهدید شده بود در صورت همکاری نکردن با دستگاه‌های امنیتی محتویات خصوصی تلفن همراهش منتشر خواهد شد. منبع آگاهی به ایران اینترنشنال گفته بازجویی پرونده از سارا خواسته بودند اطلاعات زندگی خصوصی شخصی را که با او در حال خروج از ایران بود هم در اختیار آنها قرار داد. بر اساس این اطلاعات سارا در هفته‌های پایانی زندگیش از سوی ماموران وزارت اطلاعات تحت فشار روحی و روانی سنگینی قرار داشت. مرگ مشکوک سارا تبریزی با واکنش‌های زیادی مواجه شده است. هشتگ سارا تبریزی در شبکه‌های اجتماعی ایکس به ترند و واژه پرمخاطب این شبکه تبدیل شد. مسیح علی نژاد در واکنش به این خبر گفته زنانی مانند سارا هر روز از طرف جمهوری اسلامی مورد رعب و وحشت قرار می‌گیرند. این فعال سیاسی گفته وقتی جمهوری اسلامی هیچ عواقبی برای جنایت علیه بشریت خود نمی‌بیند، هیچ دلیلی برای دست کشیدن از به وحشت انداختن زنان ندارد. گوهر عشقی هم در واکنش به مرگ مشکوک سارا تبریزی گفته سکوت و مماشات با ظلم حاصلی جز تداوم جنایت نخواهد داشت. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو از همین شهر ما رو همراهی میکنن. خوش آمدید خانم بنی هاشمی. نهادهای امنیتی از ابزار فشار حتی پس از آزادی زندانیان استفاده میکنن. متوجه هستیم که کل روند بازداشت‌های اینچنینی غیر قانونی است، اما بر اساس قانون خود جمهوری اسلامی این اقدامات چه معنایی داره؟ درود. این روشن‌ترین معنایی که میتونیم در موردش صحبت بکنیم این هستش که اگر کسی در بازداشت زندان به سر نمیبره، اگر در سپری کردن دوران حبس خودش نیست و در خارج از زندان هست، هر گونه فشار و هر گونه مسئله‌ای برای اون چه معنی میتونه داشته باشه؟ قطعاً بر طبق قانون این مسئله پیش بینی شده که کسی که به هر دلیلی که در واقع در زمان بازداشتش حضور داشته وثیقه بذاره و در زمانی که وثیقه گذاشته دیگه در واقع ارتباطات این چنینی ما بین فردی که به کفالت آزاد شده، به وثیقه آزاد شده، و فردی که در واقع نمیبایستی که تحت فشار قرار بگیره دیگه ارتباطی وجود نباید داشته باشه. بنابراین اگر صحبت از قوانین میکنیم این هستش که فرد اگر احضار میشه باید تحت بازجویی قرار بگیره، باید به سوالات جواب بده. اگر در دادگاه حضور پیدا میکنه بایستی که به قاضی جواب بده. حالا حتی میدونیم که حتی طبق قانون میتونه فرد سکوت هم اختیار بکنه، ولی به هر حال احضار قانونی، این که یعنی حضور پیدا بکنه و شنونده مطالبی باشه، اتهاماتی باشه که در مورد اون گفته میشن. خارج از این حیطه دیگه هیچ فشاری، ارتباطی یا مسئله، هر گونه اتفاقی که بیفته در واقع میتونی تلقی بکنیم که یه مسئله فراقانونیه. در مورد خاص این شخص هم همینطوره. ببینید، یک دختر جوانی در عرض 6 ماه، نزدیک به 6 ماه، چنان فشار روانی بر اون وارد میشه که حالا یا اگر دست به خودکشی زده یا اگر به اصطلاح مسئله قتل پنهانی باشه که مشخص نیست چه اتفاقی افتاده، ولی فرض بکنیم که از شدت فشارهایی که در این مدت بر اون رفته در واقع از بیم این مسئله بخواد دست به خودکشی بزنه، این خودش نشون میده که این سیر بازجویی ها و این فشارهای روانی چطور میتونه یک فردی رو به فروپاشی روانی برسونه.
خانم بنی‌هاشمی، چقدر امکان وجود داره که شهروندان بتونن در مقابل چنین فشارهای امنیتی از خودشون حفاظت کنن؟ ببینید، میدونید مشکل این هستش که میگن هرچن بگندد نمکش میزنن. متاسفانه چون سیستم قضایی دقیقا همون سیستمی هستش که این بلا رو بر سر افراد میاره، افراد نمیتونن به خود قوه قضاییه مراجعه بکنن و در این رابطه بخوان دادخواستی رو طرح بکنن. البته حق دادن دادخواست هست و این رو هم ما حقوقی ها به تمام خانواده ها پیشنهاد میکنن که همیشه در واقع برین و طبق حق قانونی خودتون استفاده بکنین و مراتب رو میتونید شکایت بکنین. همونطوری که الان میبینیم که در پرونده مثلا مهران سماک به موفقیت های حالا محدود در حال حاضر رسیده. میدونیم که این اتفاق خیلی کم ممکنه بیفته، ولی به هر حال این یک نوع مستندسازی و مدارکی هستش که خانواده میتونه در اختیار داشته باشه برای اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده برای این دختر. و مسئله این هستش که از باب رسیدگی به حقوق ضایع شده افراد اینچنینی در داخل کشور نمیشه امیدی داشت، ولی به هر حال همه این مدارک میتونه در حال حاضر در اختیار کمیته حقیقت یاب قرار بگیره. همینطوری که این کمیته تا الان بیش از صدها نفر رو پروندهشون رو داره و در موردشون اطلاع رسانی شده، افراد دیگه هم میتونن در واقع این اطلاع رسانی رو انجام بدن و اونها پذیرنده تمام مدارک خواهند بود و حتی در رسیدگی های این چنینی ممکنه که فرضاً کمک هایی هم در اختیار شهروندان قرار بدن. ولی به هر حال در مورد این پرونده خاص خوب هستش که خانواده پیگیری بکنن و مشخص بشه که دقیقاً چه اتفاقی برای این دختر افتاده که اگر به اصطلاح پزشکی قانونی چه نظری داده نسبت به مسمومیت دارویی، اگر وجود داشته اگر وجود نداشته، دقیقاً چه اتفاقی افتاده که این فرد جان خودش رو از دست داده. ممنون از شما پگاه بنی‌هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. باشه. تصمیم ساخت مسجد در پارک‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای همراه شد. علیرضا زاکانی شهردار تهران در واکنش به این انتقادها احداث مسجد در پارک‌های شهر را از برنامه‌های اساسی شهرداری تهران عنوان کرده و گفته نه تنها در پارک قیصریه بلکه در تمام پارک‌های پایتخت مسجد می‌سازند. انصاف نیوز از قول همسایگان پارک قیصریه نوشته با توجه به اینکه این پارک نمازخانه دارد، نیازی به تخریب بخشی از پارک و قطع درختان چندین ساله نیست. عباس عبدی فعال سیاسی نوشته حالا که قادر به نمازخوان کردن مردم نیستند، دنبال راهی برای سودآوری پیمانکاران شهرداریند. محمد فاضلی جامعه شناس هم ساخت مسجد در پارک ها را منبعی برای درآمدزایی حکومت خوانده است. که از مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیامی صوتی درباره ساخت مسجد داخل پارک ها خطاب به زاکانی میگوید خودت پارک بساز و بعد داخلش مسجد بساز. با سلام به شبکه اینترنشنال، یکی نیست به این دوزاری بگه اول پارک خودت بساز بعد توش مسجدم بساز خبر مرگت، نه که پارک هایی که محمدرضاشاه ساخته و مردم ساختن و از بیت المال مردم بخشش کردن زمین های پارک ها رو، پارک هایی که باغای مردم بوده و که بالاخره جمهوری اسلامی به هر طریقی بوده اینا رو گرفته پارک کرده، اونا رو میخوای توش مسجد بسازی؟ آقا مسجد رو تو جای غصبی نمیسازن، تو که مسلمونی برو پارک بساز خودت، توش مسجد به جای یکی دو تا بساز، اگه کسی اومد نماز بخونه خدا خیرت بده. اینا در حقیقت هدفشون احداث مسجد برای نمازگزار نیست، هدفشون اینه که بخوان یه سرمایه بزرگی رو از ملت ایران تپاول کنن. حالا اگر تو پارک بذارن یا توی بیابونی که فرقی نمیکنه، کسی که نمیخواد بره اونجا نماز بخونه، برن توی بیابونی، هم پول رو هزینه بکنن، حداقل چند تا درخت و اون پارکی که محیط تفریح مردم از مردم نگیرن، برن توی بیابون تو کویر لوت برن چند تا مسجد بزنن، هر چقدر میخوان پولشو بخورن. در اینجا چند خبر کوتاه خارجی. روسیه تمدید سالانه هیئت کارشناسان نظارت بر اجرای تحریم‌های طولانی مدت سازمان ملل علیه کره شمالی ناظر بر برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای و موشک‌های بالستیک این کشور را وتو کرد. این اقدام در بحبوحه اتهامات تحت رهبری ایالات متحده مبنی بر انتقال تسلیحات کره شمالی به روسیه برای استفاده در جنگ در اوکراین صورت می‌گیرد. مسکو و پیونگ‌یانگ هر دو این اتهامات را رد کردند، اما سال گذشته متعهد شدند که روابط نظامی خود را گسترش دهند.
داعش حمله به تالار کنسرتی در مسکو به تاریخ 3 فروردین که بیش از 140 کشته بر جای گذاشت را ستایش کرد. سخنگوی این گروه در پیامی حامیان داعش را به اقدامات تروریستی در خاک اروپا، آمریکا و اسرائیل دعوت کرده و خواستار حمله به شهروندان عادی این کشورها شده. ماموران روسی پنجشنبه بدون ارائه مدارکی مدعی شدند شواهدی پیدا کردند که مهاجمان تالار کنسرت مسکو با ملیگرایان اوکراینی مرتبط بودند، ادعایی که ایالات متحده بلافاصله آن را تبلیغات بی اساس خواند. سم بکمن فرید، مشهور به سلطان رمز ارز جهان و مدیر عامل بازار رمز ارز FTX، به اتهام میلیاردها دلار کلاهبرداری به 25 سال زندان محکوم شد. وکیل مدافع او بکمن فرید را فرد عجیب و خوره ریاضی توصیف کرد و خواستار ملایمت در حق موکلش شده و گفته سم یک قاتل زنجیره بی‌رحم در بازارهای مالی نیست. به دنبال ماها تلاش، فعالان حقوق بشر سنای آمریکا اعلام کردند قرار است اولین جلسه رسمی قانون مهسا در 28 فروردین برگزار شود. قانون دو حزبی مهسا امینی شهریور سال گذشته با اکثریت قاطع آرای مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد، اما هنوز برای تایید نهایی در مجلس سنا به رأی گذاشته نشده. بر اساس این قانون، دولت آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی همچون علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی و نهادهای وابسته به رهبر جمهوری اسلامی را هدف تحریم قرار خواهد داد. قانون مهسا که 4 پس از قتل حکومتی مهسا امینی پیشنهاد شد، دولت آمریکا را متحد می‌کند به طور دوره‌ای در مورد اعمال تحریم‌ها علیه مقامات جمهوری اسلامی به کنگره گزارش دهد. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، ما را همراهی می‌کند. خیلی خوش آمدین آقای کیان. بعد از نزدیک به 6 سرانجام سنای آمریکا که تحت کنترل دموکرات‌هاست قبول کرده قانون مهسا رو بررسی بکنه. آیا این تأخیر یک روند مرسوم در تصمیم قوانین هست در آمریکا؟ بله، بعضی وقتا طول می‌کشه که وقتی که یک لایحه‌ای از مجلس نمایندگان به مجلس سنا میره، بعضی وقتا طول می‌کشه و دلایل متعددی ممکنه داشته باشه. یکی از اون دلایل ممکنه که بستگی داره که کدام حزب در قدرت هست در سنا و اون حزب هماهنگ میکنه خودش رو با کاخ سفید و شورای امنیت ملی و سعی میکنه که در جهتی حرکت بکنه که همراه با حزبی باشه که کاخ سفید رو در دست داره. الان با توجه به مذاکراتی که در عمان صورت میگرفته و با توجه به تقارن حالا تصادفی یا به هر شکلی که هست، رتنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و اینی که دولت ایالات متحده رأی ممتنع داده به این رتنامه و برای اولین بار در حمایت کامل از اسرائیل عمل نکرده، جالبه که تقارن این دو مطلب رو ببینیم و شاید نشانه چرخش مهمی در این مرحله از مذاکرات و این مرحله از سیاست‌گذاری شورای امنیت ملی کاخ سفید باشه. ولی بله، بعضی وقتا طول میکشه و من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاده و الان تاریخ تعیین شده که بتونن که این لایحه رو بررسی کنن و سناتورها بتوانن که با تغییراتی که ممکنه در این لایحه بدهند اون رو به پیش ببرن. امیدوارم تغییراتی که در این لایحه میدهند کم نکنه از اهمیت و برشی که این لایحه میتونه داشته باشه و تأثیر مثبتی که در جهت خواسته های برحق مردم آزادی خواه ایران هست. آقای کیان، قبل از اینکه سوال دوم بپرسم، اگه بتونم خواهش بکنم ازتون دوربینتون رو یکم ثابت نگه دارین، یه کمی تکو میخوره متاسفانه. میخواستم ازتون بپرسم بعد از تصویب این قانون به صورتی که بخواد اجرا بشه، چه تبعاتی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه این موضوع؟ خب ببینید، اولا که تبعاتی که ممکنه این لایحه تصویبش داشته باشه بسیار بسیار مهمه، از این لحاظ که حالا ممکنه که مثلا آقای خامنه‌ای یا آقای رئیسی نخواهند که به جایی سفر بکنن یا اینکه معامله‌ای داشته باشن، یعنی تأثیر روانی چنین تصویب چنین لایحه‌ای به طور قطع و روحیه مردم آزادی‌خواه ایران تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت و وجهه جمهوری اسلامی رهبرانش مورد چنین تحریم‌های قرار بگیرن در دنیا
دیگه از البته از این منفی‌تر ممکنه کسی بگه نمیتونه باشه، ولی حتما تاثیر بسیار بسیار منفی در بچه رهبران جمهوری اسلامی خواهد داشت. ممنون از توضیحاتتون. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی آمریکا، ما رو همراه کردید. در پایان این بخش خبری، تصاویر خیره کننده میبینیم از جشن شکوفای گیلاس در واشنگتن دی سی، جشنواره پرطرفداری که همه ساله همزمان با نوروز برگزار میشود و میزبان صدها گردشگر است. وقت شما بخیر.